این سه کشور که به خاطر روابط خصمانه بین خود شناخته می شوند، توانستن اختلافات را کنار گذاشته و در رزمایشی مشترک که به بینزمانی هند برگزار شده به طور موثر با یکدیگر همکاری کنند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده به همراه روسیه و جمهوری اسلامی رزمایش انجام نداده. این مقام کاخ در پاسخ به فرهاد پولادی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا درباره گزارشی که روزنامه جروزالم پست در مورد شرکت آمریکا در یک رزمش دریایی مشترک که در هند و با حضور ایران و روسیه برگزار شد گفت شرکت کردن ایالات متحده در رزمایش میلان به دعوت هند که به گفته او شریک نزدیکی است که با آن روابط دفاعی قوی دوجانبه داریم انجام شد او تصریح کرد برخلاف گزارش در کنار روسیه یا ایران رزمایش انجام ندادیم مشارکت ما به رزمایش گروه دو محدود بود و در آنجا با متحدان و شرکای همفکر همکاری کردیم بنابراین گزارش در دوازدهمین دور از رزمایش دریایی میلان که طی ماه فوریه انجام شد کشتیهایی سه کشور ایالات متحده روسیه و ایران مشارکت کردند جروزالم پست مشارکت ناوشگان یو اس هالسی از ایالات متحده، ناوچه دنا از ایران و ناوشگان واریگ از روسیه در این رزمایش دریایی رو یک موفقیت دیپلماتیک برای هند خونده بود. اما آمریکا اعلام کرد که این اعلام یک جنگ واقعی و مهم است. نیروهای مسلح آمریکایی وارد میدان شدند نه رزمایش. دقایق پیش در تازه ترین اعلام نبرد نیروهای مسلح و ویژه آمریکایی وارد میدان شدند. اما همه اعلام کردند که این یک رزمایش است. آمریکا با روسیه و ایران که دشمنانش هستند به هیچ طریق رزمایش انجام نمیدهد. دهد. حسن شریعت مداری گفته خاتمی که متوجه شده همراهی اخیرش با آمریکا و اسرائیل از نگاه این پنهان نمانده به ترفند فرار به جلو متوسط شده و در جمع تعدادی از مدعیان اصلاحات عدم شرکت خود در انتخابات را همراهی با مردم نامیده و توضیح نداده که منظورش همراهی با کدوم مردمه. به گزارش انتخاب حسین شریعت مدلی در سرمقاله کیهان گفته دشمنان تابلودار و شناخته شده ای اسلام و انقلاب از یک سال قبل تبلیغات گسترده و پرحجمی را با هدف مایوس کردن مردم از انتخابات و بی اثر بودن آن آغاز کرده و تمامی رسانه های تحت مدیریت خود را در این عرصه به کار گرفته بودند علاوه بر ده ها رسانه رسمی وابسته به دولت های آمریکا و اروپا نظر بی بی سی و شبکه تلویزیونی فارسی زبان دویچه یورونیوز رادیو فردا رادیو زمانه هلند و صدها شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای و هزاران کانال در فضای مجازی و برخی از ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز مأموریت مایوس کردن مردم از انتخابات و تشویق آنها به خودداری از حضور در پای صندوق‌های رأی را بر عهده داشتند انتخابات برخلاف تبلیغات گسترده و حجوم پرحجم دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها با حضور پرشور و برخواست از شعور مردم برگزار شد بدی هیست که نمیتوان تبلیغات گسترده و یک ساله دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها را نادیده گرفت و از دیگر سوی برخی از مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز اگرچه مانع حضور هماسی مردم نشدند ولی در مجموع کارکرد ویژه خود را داشتند در این میان و با وجود این همه دشمنی ها و برخی نارسایی ها حضور چشمگیر مردم در انتخابات رو بیتردید باید حضوری حماسی و جهاد فی دانست و از این روی به قول حضرت آقا دشمنان حدود یک سال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ حماسه خود به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند بنابراین این حرکت یک جهاد بود جبهه موسوم به اصلاحات در جریان انتخابات به دو بخش تقسیم شدند بخش اول که اکثر گروه های حاضر در جبهه اصلاحات در آن جایی گرفته بودند ضمن که مانند همیشه انتقاداتی به روال جاری امور داشتند می میکردند که در انتخابات شرکت میکنند و به فهرست نامزدهای مورد قبول خود در تهران و سایر استانها رأی خواهند داد برخی اعضای این طیف از جبهه اصلاحات به تبلیغات پرحجم دشمن برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات اشاره کرده و صریحا اعلام میکردند که عدم شرکت در انتخابات همراهی با دشمنان اسلام و انقلاب است از این روی اصرار داشتند که حضورشان در پای صندوقهای رأی رسانهای نیز بشود که شد این طیف 165 نامزد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی کردند که 45 تن از آنها در دور اول به مجلس راه یافتند. طیف یاد شده در یافته بودند که خودداری از شرکت در انتخابات بدون کمترین تردید همکاری و همراهی با دشمن است. اقدام این طیف صرف نظر از اشکالات قابل توجهی که به کارنامه فعالیت سیاسی و بینش و منش آنها وارد است، اقدامی هوشمندانه تلقی می شود. طیف دوم از جبهه موسوم به اصلاحات که شمار بسیار اندکی از اینجا جبهه را شامل می شوند و خاتمی ادعای سردمداری آنها را یدک میکشد از شرکت در انتخابات خودداری کردند اقدام این طیف از مدعیان اصلاحات به وضوح و بدون کمترین تردید همراهی با دشمنان تابلودار نظام بوده آنها از تلاش گسترده و همه جانبی دشمن برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات با خبر بودند و با افرادی که به دلایل متفاوت از جمله کم اهمیت دانستن انتخابات، بیخبری از تلاش دشمن و یا تصوراتی درباره مشکلات معیشتی از شرکت در انتخابات خودداری کرده بودند، تفاوت اساسی و بنیادین دارد. خاتمی میداند که عدم حضور در انتخابات خواسته بارها اعلام شده آمریکا، اسرائیل، انگلیس و سایر همپیمانان غربی و عربی و عبری است. خاتمی در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هم برای مقابله با جمهوری اسلامی از دستورالعملی که جورج سوروس صهیونیست در جریان دو بار ملاقات به وی کرده بود پیروی کرد و به جای همراهی با مردم وطن خیش با دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب هم پیمان شد و با ادعای تقلب در انتخابات که به گفته ریچارد هاوس مسئول شورای روابط خارجی آمریکا رمز جنبش سبز بود به میدان مقابله با اسلام و انقلاب آمد خاتمی از کیهان به خاطر افشای ملاقاتهایش با جرسورج شکایت کرده ولی از آنجا که میداند اسناد غیرقابل انکاری از این ملاقات پنهان و توطعه مقابل با نظام در اختیار داریم پیگیر شکایتش نیست خاتمی که متوجه شده همراهی اخیر ایشان با آمریکا و اسرائیل از نگاه این و آن پنهان نمانده به ترفند فرار به جلو متوصل شد و در جمع تعدادی از مدعیان اصلاحات عدم شرکت خود در انتخابات را همراهی با مردم نامید و توضیح نداده که منظورش همراهی با کدام مردم است باید گفت جناب خاتمی خودداری از شرکت در انتخابات دستورالعمل رسما اعلام شده و اصرار شده آمریکا و اسرائیل است مگر نیست چرا همراهی و همکاری علنی خود با آمریکا و اسرائیل را همراهی با مردم جا میزنید بله مانند همیشه جمعی از مردم در انتخابات شرکت نکردند بر اساس آمار موجود در انتخابات سال 98 میزان مشارکت 42 درصد بود و در انتخابات اخیر 41 درصد ادعای شما از کجا این آمار استخراج و استنباط شده جنابالی مانند فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 دست به خیانت زدید و حالا که متوجه شدین مردم به هویت شما پی بردن برای لاپوشانی آسمان و ریسمان می کنید. در جریان فتنه 88 نتانیاهو خاتمی و دوستان مدعی اصلاحات ایشان رو بزرگترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران معرفی کرد باید از خاتمی پرسید اولا چه کسی در دست اسرائیل دارد که هرگز حاضر به تکذیب به نظر آنها نشده است و ثانیاً اقدام اخیر شما چه تفاوتی با خواسته رسما اعلام شده آمریکا و اسرائیل دارد ما اسناد فراوان غیرقابل انکاری در دست داریم که از هویت واقعی و ضد وطن شما حکایت می کند. چرا شما خود را از کیهان دنبال نمی کنید تا این اسناد رسما نیز برملا شود ما بارها به بخش های قابل توجهی از این اسناد اشاره کرده ایم ولی انتظار از دستگاه قضایی آن است که شکایت آقای خاتمی از کیهان را به جریان بیندازد و جلسه دادگاه را نیز علنی کند تا همگان از هویت واقعی او باخبر شوند ما از هیچ چیزی نمی ترسیم. این هم از واکنش تند شریعت مداری به خاتمی که علنا به جان هم افتادند و برای اینکه آقا هم به نیاورد حاضر از هر کاری بکند الان هم به جان خاتمی افتاده